درود بر شما، بامداد نکو باشه. بامداد دوشنبه 29 آبان 20 نوامبر 1402-2023 تون به نیکی. بنده اهورا نیازی هستم. 122 اپیزود مونده به پایان این ماراتون خبر امروز. قبل از اینکه بپردازیم به چند تا خبری که براتون آماده کردم، بگم که آرزو دارم زندگیتون امروز پر از موفقیت‌های ریز و کوچیک باشه. چند تا خبر خوب بشنوید، اتفاق بد براتون نیفته. ولی یک چیزی رو هم بگم، دوست دارم باورش داشته باشی، چون خودم باورش دارم و میدونم که چیز خوبی آدم باورش داشته باشه. اونم اینه که موفقیت، اگر یه عده خیلی کوچیکی که شانسی بهش میرسن رو بذاریم کنار، موفقیت و اتفاقهای خوب تا خودت نخوای و براش کاری انجام ندی اتفاق نمیفته. این که بشینی گوشه خونه خب من یه روز موفق میشم، نه. دیدن ویدیوهای انگیزشی، نه. به صورت پراکنده یه کاری رو انجام بدی، یه روز انجام بدی، یه ماه انجام ندی، نه، اینا تو رو موفق نمی کنه. موفقیت درد داره، رنج داره، سختی داره. نمیگیم شب نخوابی و گرسنگی و مثل این فیلم ها ترسناک و سختش بکنیم، ولی خب خیلی داستان ها داره. بله، قبل از پرداختن به سرتیتر اخبار در چنین روزی، براتون بگم که دقیقاً در چنین روزی 29 آبان 1377 آغاز ساخت ایستگاه بین المللی در مدار زمین اتفاق افتاد. همچنین امروز روز جهانی کودک، روزی است که برای تجلیل از کودکان به رسمیت شناخته شده. این روز در کشورهای مختلف در تاریخ‌های مختلف جشن گرفته می‌شود. همچنین امروز زادروز مریم حیدرزاده است. بچه‌های رد سنی ما 68ی، 67ی، 66ی، 69ی تو دوران تینیجریشون، خانم مریم حیدرزاده که نابینا هم هستند، بسیار تاپ استار بودن. بسیار تاپ استار بودن. البته همچنان هم در قید حیاتن و کارشون رو انجام میدن، ولی اون موقع خیلی خفن بود. یه نوار کاست بیرون داده بود با صدای خودش، خیلی ترکیده بود. و همین، بریم سراغ بخش سرتیتر اخبار. باور پیدا کردم توی این 365 روزی که داریم بهش میرسیم، یه سری روز هست واقعا خبر خاصی در دنیا نیست حوزه تکنولوژی. چند تا خبر داخلی براتون میخونم. یاهو میخواد میدان موتورهای جستجوگر برگرده و تصویب بیمه برای رانندگان تاکسی آنلاین. اینستاگرام روی قابلیت جدید استوری های 7 روزه کار میکنه و بازگشت سماتمن. بریم اینا رو باز کنیم. اما قبلش در چنین روزی، دقیقاً در چنین روزی 20 نوامبر اما 1985، یعنی بگیریم اونجا 30 سال و 8 سال پیش، اولین نسخه از ویندوز روانه بازار شد. ویندوز 1.01. جالب نه؟ نه 1.0 what 1.0 1.0. نسخه اولیه ویندوز عرضه شد که 2 سال از زمان رونمایش گذشت و بعد روانه بازار شد. حالا نکته جالبش اینه که خیلی فروش نرفت این ویندوز تا نسخه سومش. نسخه سومش دیگه رفت تو فاز فروش. گویا در یه دانشگاهی تعدادی از دانشجویان فارغ التحصیل شدن بی‌حجاب تو مراسم شرکت کردن. بعد مدیر دانشگاه فکر کنم استعفا داده بعد از این خبر. یه سری اتفاق افتاده. یکی هم اومده گفته که باطل کردن مدرک تحصیلی این عزیزان اولین و ضروری ترین کاریه که وزارت علوم باید انجام بده. بعد سیاوش سفاریان پور خیلی قشنگ گفتن که بر اساس کدام قانون این نظر تفرقه ساز رو مطرح میکنیم. بعدش جوانن دیگه، نمیدونم چی بگه آدم، چقدر بانوان و زیبایی هستن. جمعه یه اختلال سنگینی تو اینترنت افتاد و یکی دو روز این اختلال بود. حالا زومید زده با فیلتر شدن گوگل تگ منیجر، آمار بازدید سایت های ایرانی به شدت افت کرده. من اطلاعی ندارم گوگل تگ منیجر چیه، اما ظاهرا بر اساس تغییراتی که روز جمعه روی ساختار فیلترینگ کشور اعمال شده، دسترسی به فایل gtm.js که در بسیاری از اپراتورهای کشور مسدود شده است و این عامل باعث شده تا تگ منیجر اجرا نشده و ابزارهای مانند گوگل آنالیتیکس که از طریق تگ منیجر در اکثر وبسایت‌ها اجرا می‌شوند درست کار نکنند و این آسیب سنگینی به کسب و کارهای آنلاین ایرانی. حالا زومیت گفته همچنین که مشخص نیست این کار
با آگاهی به این صدمات بوده یا خیر، ولی به هر صورت الان چند روزیه که دسترسی به سایت‌های داخلی بسیار با اختلال زیادی مواجه شده. یاهو احتمالاً اوایل سال 2024 هم با تغییر نام خودش هم با تغییر شگرد کاری بخواد دوباره به میادین موتور جستجوگر برگرده تا رقیبی برای گوگل بشه. آقای جلال رشیدی کوچی در مصاحبه‌ای گفته که افرادی که خودشون فیلتر کردن، فیلتر شکر میفروشن رو به صورت مستند من ندیدم. اما یه چیزی هست، وقتی شما از فیلتر شکن‌های امروزی استفاده می‌کنید، مصرف اینترنتتون دو برابر میشه و دولت هم داره حجم میفروشه به مردم، پس این به نفعشه که مردم دو برابر استفاده کنند. همچنین ما نمیگیم که به صورت مستقیم و آگاهانه از روز اول که فیلتر کردن هدف دولت این بوده که اینترنت رو به حجم دو برابری به مردم بفروشه، اما این اتفاق الان افتاده و باید جلوش گرفته بشه. ایشون میگن که نمیشه به زور مردم رو به شبکه‌های اجتماعی بومی کشوند. خود من در شبکه‌های اجتماعی بومی فعالیت دارم، اما عموم تعامل با بنده در فضای اینستاگرام اتفاق میفته. خب طبیعیه وقتی جای تعامل بالاتر باشه من میرم اونجا، و علاوه من رقم 50 میلیون کاربر رو در شبکه‌های بومی اجتماعی بومی باور ندارم. حقم میگه آقا، دقیقاً ایشون نماینده مجلسه، نماینده مردم در مجلسه، حرف ما رو دقیقاً میزنه، چیز خاصی هم بیان نمیکنه، ولی دقیقاً درست به جا با آرامش داره حرف ما رو میزنه. با تصویب مجلس، رانندگان تاکسی های اینترنتی تحت پوشش بیمه خیش فرما قرار میگیرند. نمایندگان مجلس از بندی از لایحه برنامه هفتم رو تصویب کردن. همون برنامه بود که به ضرر ما بود یه سری از بخشاش، یه سری بخشای خوبم داره دیگه در جهت توسعه کشور. اونم اینه که پلتفرم ها و سکوها موظف هستند، اونهایی که بیمه بازنشستگی ندارن مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تامین اجتماعی هستند. خبر بسیار خوبیه. متاسفانه به سبب مشکلات اقتصادی مهندسین، افراد کارآفرین زیادی رو میبینید که این روزها در حال رانندگی اسنپ هستن، یعنی دم دستی ترین شغلی که الان افراد میتونن انتخاب بکنن و انجام بدن. قصد اهانت به هیچ راننده محترمی رو ندارم، ناوگان مهمی است در سطح کشور و باید توش فعالیت کرد، اما میخوام بگم که این عزیزان باید حمایت بیشتری بشند. اینستاگرام داره روی قابلیت کار میکنه با نام مای ویک که به مدت 7 روز استوری های شما رو نگه میداره. بیشتر به در رفتار افرادی میخوره که مثلا یک سفر کاری میرن، 7 روز از یک جریانی میخوان خبر بذارن، یا یه سری افراد میرن سفر، 7 روز این سفر به طول می انجامه. به هر حال یک روشی هستش که مای ویک و به مدت 7 روز استوری های شما رو نمایش میده. اخباری هست که میخوان سماتمند رو به عنوان مدیر عامل شرکت خودش اوپن ای آی برگردونن سر کار. 2-3 روز پیش که ایشون اخراج شدن خیلی خبراش جنجالی شد در اینترنت. حالا میگن که احتمالاً میخواد برگرده سر کار. خب چه رفتنی بود چه برگشتنی؟ کوتاه بود ولی خب خوش بود. دور هم نشستیم خبر امروز خوندیم و براتون آرزوی سلامتی دارم. خدا یار نگهدارتون.